من میلیونر هستم، زیرا هزاران فرزند دارم که هر کدام برای من، برای ایران و برای دنیا میلیون ها ارزش دارند. احتمالاً حدس میزنید این جمله رو یه ایرانی فرهیخته گفته، اما اشتباه میکنید. بذارید ویدیو رو یکم جذابتر شروع کنیم و بریم به تهران، اونم یکی از خیابونای معروف بالاشهر، جایی که یه دورانی بورس ماشینای مدل بالا بود و زمانی کورس گذاشتن در اون معروف بود. اما حالا انقدر شلوغ شده که کسی نمیتونه توی اون کورس بذاره. هنوز خیلی ها بالاشهر رو به نام این خیابون میشناسن. هنوز هم اسم این محله با باکلاسی و پولداری مترادفه. انقدر که بعضی از اهالی جنوب شهر تهران برای معتبر کردن اسم محله خودشون از اسم این خیابون، البته به انضمام قید جنوبی، بهره میبرن. اینجا خیابون جردن تهرانه. خیابون قدیمی که خیلی از مراکز مهم تجاری و اداری رو توی خودش جا داده. از جایی بالاتر از بزرگراه مدرس شروع میشه و سر دیگش به میدون آرژانتین میرسه و سفارت خونه های بیش از 15 کشور توی همین یه خیابون قرار گرفته. حدود 40 ساله که روی تابلوهای این خیابون اسم بلوار آفریقا نقش بسته. اما اگر عابر هر روزش باشین، از اول صبح تا غروب راننده های زیادی رو میبینین که توی محل تقاطعش با بزرگراه شهید حقانی که به نام چهارراه جهان کودک شناخته میشه داد میزنن جردن جردن. اما این اسم از کجا اومده؟ ساموئل مارتین جردن بیش از 150 سال پیش، یعنی سال 1871 در امریکا به دنیا اومد. استاد علوم الهی بود و دکترای حکمت و فلسفه و دکترای حقوق داشت. داستان جردن در تهران با ورود گروهی از مبلغای آمریکایی به ایران آغاز میشه. اون زمان یکی از برنامه‌های گروه‌های تبشیری مسیحی در سفر به ایران ساخت مدارسی برای آموزش ایرانی‌ها بود که اول توی مناطق ارمنی نشین و بعد توی دیگر مناطق راه اندازیش کردند. در سال 1250، 24 سال از آغاز سلطنت ناصرالدین شاه قاجار گذشته بود که گروهی از مبلغای مسیحی از آمریکا به ایران اومدن و در ساختمان اتابک واقع در خیابون لاله‌زار فعلی مستقر شدند. دو سال بعد، یعنی در سال 1252، این هیئت دبستانی رو در نزدیکی دروازه قزوین راه انداختن. سال 1264 توی خیابون قوام السلطنه که الان شده خیابون سیه تیر، یه قطعه زمین خریدن و با حضور ناصرالدین شاه کلنگ بنای ساختمون مدرسه جدید به زمین زده شد و دو سال بعد ساختش به اتمام رسید. اون زمان مدرسه 6 تا کلاس و 50 تا دانش آموز داشت. 11 سال بعد، یعنی در سال 1277، ساموئل مارتین جردن همراه همسرش به ایران اومد و یک سال بعد به ریاست مدرسه آمریکایی تهران رسید. تا سال 1281 مدرسه آمریکایی پیشرفت زیادی کرده بود. 4 کلاس دبیرستان به مدرسه اضافه شد و نهایتاً در سال 1292 برابر با 1913 میلادی با تکمیل دوره 12 ساله تحصیلی به نام کالج آمریکایی تهران توی اراضی بهجت‌آباد یه بنای جدید ساخته شد و آغاز به کار کرد و بعدها در اواخر دوره رضاشاه به البرز تغییر نام داد. تأسیس همین دبیرستان البرز به دست دکتر جردن آمریکایی باعث پیشرفت و آموزش و پرورش گروهی از جوانا شد که بعدها نقش مهمی در اداره کشور داشتن و از افراد سرشناس شدند. دوران دکتر جردن در دبیرستان البرز دورانی پر از توسعه فعالیت‌ها و گسترش امکانات آموزشی بود. در همون دوره جردن بود که اولین بار آموزش ورزش‌هایی مثل فوتبال و بسکتبال و والیبال به کلاس‌های دبیرستان اضافه شد و 5 سال بعد از افتتاح دبیرستان اولین ساختمان شبانه روزی کالج آمریکایی هم تحت عنوان مک‌کورمیک هال در محوطه کالج بنا شد و بعد از اون هزاران شاگرد ایرانی زندگی خودشون رو در این مدرسه گذروندن. سال 1319 دولت ایران به دستور رضا شاه
کالج رو از آمریکایی‌ها خرید و اسمش از کالج آمریکایی به دبیرستان البرز تغییر پیدا کرد و بعد از اون هم به تدریج معلمای خارجیش ایران رو ترک کردن. دکتر جردن هم به همراه همسرش بعد از 40 سال ریاست کالج آمریکایی تهران به وطن خودش برگشت. با این حال دلتنگیش برای وطن دومش ایران انقدر بود که باعث شد کمی بعد از سقوط دولت پهلوی اول در سال 1323 یه بار دیگه به ایران سفر کنه. برگشت دوباره جردن به ایران مورد استقبال شاگرداش قرار گرفت و مراسمی برای تجلیل از دکتر برگزار کردند. یکی از تالارهای دبیرستان البرز به نامش نامگذاری شد و حتی یه سردیس سنگی به سفارش اللهیار صالح رئیس کانون فارغ التحصیلان کالج آمریکایی توسط ابوالحسن خال صدیقی که از اون به نام پدر مجسمه سازی ایران هم یاد میشه از جردن ساخته شد و به افتخار ورودش در ورودی تالار اصلی مدرسه نصب کردند. البته این مجسمه بعد از انقلاب از ورودی مدرسه برداشته شد. همون زمان کمی بعد از برگشت جردن به ایران شاگردای قدیمیش درخواست کردند به پاس این همه سال خدمت جردن به جوانهای ایرانی به شکلی ازش تجلیل بشه و اینطور بود که دولت وقت خیابونی در شمال تهران حوالی ده ونک رو به نام دکتر جردن نامگذاری کرد، خیابونی که هنوز هم به این نام خونده میشه. چهارراه کالج هم از اسمای باقی مونده از گذشته تهرانه و زمانی که کالج البرز مهمترین ساختمون این تقاطع بود و هنوز هم به همین نام شناخته میشه. جردن با خاطره خوش وطن دومش ایران رو ترک کرد و به امریکا برگشت، اما تا اواخر عمرش همچنان علاقه به فرهنگ ایرانی رو با خودش داشت و همیشه به شاگرداش توصیه میکرد بچه ها مملکت شما سابقه درخشانی داشته. بازگشت به اون روزگار درخشش بستگی به همت و شجاعت و تلاش شما داره. امیدوارم حرف من رو توی گوش و قلبتون نگه دارید و برای ملت و کشورتون مفید باشید. جمله‌ای که اول ویدیو هم براتون گفتم از گفته های همین دکتر جردن. سرانجام 4 تیر سال 1331 جردن در سن 81 سالگی توی خونش در شهر لس آنجلس درگذشت، در حالی که مدت 43 سال یعنی بیش از نصف عمر خودش رو در ایران و در خدمت آموزش و پرورش جوانای ایرانی گذروند. بنیانگذار کالج آمریکایی تهران به واسطه خدماتی که به فرهنگ ایران کرده بود بارها مورد محبت اهالی فرهنگ قرار گرفت. محمد تقی بهار، مشهور به ملک و شعرای بهار، شاعر برجسته عصر قاجار و پهلوی، در وصف جردن این شعر رو سروده: تا کشور ما جایگه جردن شد، بس خارستان که از مددش گلشن شد. این باغ هنر که دور از او بود، کنون چشمش به جمال باغبان روشن شد. و در یه جای دیگه هم نوشته: نادانی چیست جز به غفلت مردن، باید به علاج از این مرض جان بردن. گفتم که طبیب درد نادانی کیست، پیر خردم گفت که جردن جردن. دکتر ساموئل مارتین جردن از جمله خارجیایی بود که در تاریخ ایران خدمات جاودانه از خودش به یادگار گذاشته. حتی اگر در تاریخچه رسمی مدرسه البرز کمتر اشاره‌ای به اسم بانیش شده باشه، همواره به عنوان یادگاری جردن در عرصه فرهنگ و آموزش ایران موندگار میمونه. حالا شما برامون بنویسید چقدر با دکتر جردن و خدماتش آشنایی داشتید؟ دلیل نامگذاری خیابون جردن و چهارراه کالج رو میدونستید؟ یا خاطره ای از این دو نقطه تهران دارید؟ منتظر نظرات ارزشمندتون هستیم و اگر از ویدیو خوشتون اومد با لایک کردن از همون حمایت کنید. اگر به تاریخ گوشه و کنار تهران هم علاقه دارید، این پلیلیست مخصوص شماست، از دست ندید.